دومین روز اردیبهشت ماه برابر با 22 آپریل. قرنها پیش در چنین روزی سرداران اسکندر مقدونی که به همراه او بر ایران تحت سلطه مقدونیه یا یونان حکومت می کردند، پس از مرگ اسکندر بر سر جانشینی او با یکدیگر درگیر شدند، اما در نهایت سلوکوس سردار ارشد اسکندر توانست بر دیگر فرماندهان مقدونی پیروزی یافته و در مقام جانشین اسکندر بر تخت فرمان روایی تکیه زند و مستملکات و مستعمرات امپراتوری را در اختیار بگیرد. با بر تخت نشستن سلوکوس، سلسله پادشاهی سلوکیان بر ایران آغاز می شود. سال 1103 خورشیدی برابر با 1724 میلادی، زادروز ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی. ایمانوئل کانت از مهمترین فیلسوفان سده 18 اروپا به شمار می آید که نگاه متعادل و بینابینی در برخورد با دو گفتمان مسلط آن زمان، یعنی فلسفه قاره و فلسفه انگلستان، در پیش گرفت و همین نگاه به وی امکان داد تا به دور از حب و بغض‌های رایج در میان پیروان این دو گفتمان، امکان تلفیق و ترکیب آنها را فراهم سازد و سنتز دیگری ارائه کند که نام او را در عرصه نظام فلسفی جهان و فلسفه کلاسیک آلمان به اوج افتخار برساند. یکی از میراث‌های اساسی به جای مانده از کانت، فراهم ساختن بستر نقد به عنوان یکی از بسترهای چارش برانگیز در عرصه فلسفه مدرن اروپا است. او این بستر را با تدوین 3 اثر مهم که بعدها به صورت کلاسیک های فلسفه مدرن و ایدئالیسم آلمانی در آمدند پی گرفت: نقد عقل محض، نقد عقل عملی و نقد قوه حکم یا نقد داوری. به این ترتیب وی با ترکیب این دو گفتمان روند تکامل فلسفه را متحول ساخت و مسیر آن را دگرگون کرد. سال 1373 خورشیدی برابر با 1994 میلادی، در گذشت ریچارد نیکسون، 37 رئیس جمهور آمریکا. ریچارد میلهوس نیکسون، سیاستمدار و 37 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که تا به امروز اولین و تنها رئیس جمهور این کشور به شمار می آید که از مقام خود کنارگیری کرده باشد. نیکسون در انتخابات سال 1968 در یکی از نزدیکترین رقابت‌های تاریخ انتخابات آمریکا به ریاست جمهوری انتخاب شد و در سال 1972 با اختلاف بیشتری برنده شد، اما دوره دوم ریاست جمهوری او با رسوایی واترگیت روبرو شد و او را مجبور به استعفا کرد. نیکسون دومین معاون رئیس جمهور جوان تاریخ آمریکا و اولین شهروند کالیفرنیا بود که به مقام رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهوری رسید.